سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به کانال ما. آنایتا هستم به همراه فرزاد. بریم سراغ ترک گربه از علی سورنا. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون و البته که سورنا خون ما هم مثل خیلی از شما که کامنت کرده بودین این روزا کم شده و اینکه بریم سراغ ترک گربه که خیلی درخواستش بالا بود و گفتیم که برای این روزا مناسبه. اسمش که فکر کنم در مورد ایران داره میگه دیگه، احتمالاً همشه گربه یه که ایران بشن. پیشنهادی که بچه‌ها کردن و برای حال این روزای ایران، خب گربه هم احتمالاً هم نماد ایران. ببینیم چی میگه. چطوری بانوی هرزه پیر، مادر گرگ، بچه شیر، چطوری اولی نفته دی، چطوری آخری نفته تیر، تنه پر از جای دستت چطوره، اون خنده دلچسبت چطوره، اون سر مستت چطوره، بهت بگم نازش هستت چطوره. بانوی هرزه پیر چه نفسی استفاده کرد؟ بانوی هرزه یعنی با یعنی کشور ما که بارها بهش تجاوز شده و از چه لفظی برای ایران خانم استفاده کرد؟ مادر گرگ بچه شیر، یعنی چه؟ یعنی مادر گرگ بچه شیر یعنی اشاره داره فکر کنم به تاریخمون، قدرتمون، شیر و مادر گرگ بچه شیر. اصلا نمیدونم، خیلی لفظ خفن، خیلی خفن شروع کرد، اصلا خیلی واژه خفنی رو استفاده کرد. اولش به بر میخوره و بعد که بهش فکر میکنی متوجه واقعیت میشی. بعد کشور ما سالها و سالها در طول تاریخ مورد تجاوز متاسفانه قرار گرفته و با یک آره واژه خیلی ساده، با یک مصرع کوتاه تو با پوست و سفنت میتونی احساس کنی اینو. چطوره اون سر مستت چطوره، بهت بگم نازش هستت چطوره، هر شبو میگیری ازم، میبینی اصن، میبینی تنمو بعد قدمت روش، میبینی اصن، نمیبینی فقط میگی نفست سوخ، شرمت کجا صدمت کوش، بانوی هرزه خبرت اومد بغل گوشم، چقدر پی نفست بودم سوختم، میگن نمیفهمی از عاشقی، درست میگن، میگن تو کلا نفسانه ای، درست میگن، میگن آرایشی ولی واسه من دنیای آرامشی، میگن وقتی سر من رو بالش تو با خیلی هم بالشی، درست میگن نظر وای از چه کانسپتی استفاده کرده، یعنی اصلا واقعا بغض کردم یا میگه که چقدر پی نفست بودن سوختم، چقدر پی نفست بودن سوختم، میگن نمیفهمی از عاشقی، درست میگن، یعنی از چهره ای که از ایران ساخته شده دارن میگن، این که از عاشقی نمیفهمی، این که افسانه ای، این که آرایشی، نشاره به این داره که شاید از دور زیبایی تو این مشکلات هستش، ظاهر زیبایی داری ولی واسه من دنیای آرامشی، چرا؟ چون وطنمی، چون اصلا کاری ندارم به این که سعیت گذشته و دغدغشه، چون وطنشه، چون وطنمون، چون خاکمون و دغدغشه و واسهش دنیای آرامشه، با وجود همه چیزایی که میگن، میگن وقتی سر من رو بالشته تو با خیلی هم بالشی، باز اشاره داره به این که وقتی که ما تو خوابیم، یعنی از خواب ما، خواب منظور از این که ما رو درگیر زندگیمون کردن، درگیر روزمرگیمون کردن، اونا دارن میگه تو با یکی دیگه هم باش، منظورش که دارن ازت سوء استفاده میکنن، دارن همچنان به تجاوز میکنن، دارن از خاکت میکنن و میبرن. وای اصلا از چی چیزی داره استفاده میکنه؟ میگن وقتی سر من رو بالش تو با خیلی هم بالشی، درست میگن از روزی که اسیر پوتین شدی هر روز بیشتر کوچیک شدی، شدی یک گربه کوچیک گشنه، همیشه دنبال نون میدوی، درست میگن، خودم مرد همسایه رو توی اتاق تو دیدم. باک عجب کنسپت سمی، عجب وای وای وای
از روزی که اسیر پوتین شدی. پوتین که خب سلطه‌گری و روسیه همیشه تجاوز کرده به خاک ما، هنوزم تجاوز میکنه خاک ما، هنوزم دستش تو خاک ما، هم به همه چیه ما دخالت میکنه و حالا علاوه اون چین هم اضافه شده و میگه هر روز کوچیک شدی، دریا تو دادن رفت، خلیج تو روسیه همیشه گرفت از بالا و کلانه. خودم مرد همسایه رو تو اتاق تو دیدم، مرد همسایه، کشورهای همسایه که انقدر ما دستسازی کردن از جمله همین روسیه. اصلا واقعا چین حالا حاضر چین اصلا نمیدونم از چی بگم. ولی ترک بش میزونه، چقدر غم داره، چقدر غم گیره. دوی درست میگن، خودم مرد همسایه رو توی اتاق تو دیدم. درست میگن، خبر اومد بانو از راه، خبر از مردن لبخندا با، خبر از خیال تختم باش، خبر رسید از هم تختات، خبر اومد بانو بانو، خبر اومد بانو بانو، رسید به دوتا گوشای من از دیروز خبر فردا. به قول تو مجنونم، این کلمه رو به تو مدیونم، توی سم من ازت مسمومم، روت حساسم چون مجبورم. چقدر روی ماش خوبه، چقدر روی سم من ازت مسمومم. باز اون بالا آلودت هم دیگه نمیتونم ولت کنم، با اینکه باعث آزارم میشی، یعنی آزار میبینم که این وضعه، من نمیتونم ولت کنم. چقدر چیز خفنی میگه، پشما مستوسم میبینم مسمومم، روت حساسم چون مجبورم. چرا اصلا چون ناموس همی دیگه، چون ناموس همی، خاک همی، کشور همی، وطن همی. تو مدیونم، توی سم من ازت مسمومم، روت حساسم چون مجبورم، میترسم از موی سرت، گول روز روی تنت، میترسم وقتی دورت شلوغ از روژ سرخ روی لبت، بگو بمیردم نمیدم، جمعه پیشم بمیشم، سرم اضافه به سرای بریده راه که بوی پنبه میدن، نزا همسای خوش بی سر با پنبه بریدن که سرم سرم اضافه به سرای بریده راهی که بوی پنبه میدن، یعنی اونایی که دم از اومدن به خاطر این شرطی که تو داری. با چقدر کانسپت بالی استفاده کرده که اینو اومدن پشتت وایسن نجاتت بدن، بس سرشون با پنبه بریدن، سرشون سرای بریده که بوی پنبه میدن، یعنی با پنبه سرشون بریدن، بی سر و صدا، سرشون نابود شدن و سر منم حاضرم، یعنی من حاضرم جون بدم برات، جمعه شنبه میشم، مهم نیست برام جمعه بیشنبه، یعنی تموم شد، یعنی دوباره صبحی نباشه برام، صبحی نباشه، یعنی همون حاضرم از جونم بگذرم در راه تو. میگه میترسم وقتی دورت شلوغه روج از روج سرخ روی لبت، منظورش اینه که از این که از این جذابیتی که داری، اشاره به منابعمون داره، اشاره به وسعت کشورمون داره، زیبایی کشورمون داره، واقعا کشور قدرتمندی هستیم، واقعا کشور پر از منابع هستیم، و میگه از این نمایی که تو داری من میترسم که این گرسنه ها، این کشورهای همسایه دستشون رو دراز میکنن برای تجاوز به خاک تو دیگه. هم اضافه به سرای بریده یه راه که بوی پنبه میدن، نزا همسایه خوشبین بشه، یه کاری کن خوشگیده شه، اون عاشق موهای پر پشتته، عاشق سینه پر شیرته، بانو من عاشقتم، پروانه میشم واسه شم، واسه من باش، واسه من کهنشو تو قلب تازه من، اگه یه توفانی من گردشم، اگه سرطانی من دردشم، هر رنگی باشی هم رنگشم، تو اتفاقی و من لرزشم، وقتی روتم نفس سخته، من و تو تن عرق کرده، نخوا تا عبد بخوابیم، تن من بدجوری عوض کرده، هم موهای سبز قشنگت تا کمر خاکی رنگت عاشق. ببینی از بالا داره میگه، یا شما خطه شمالو میگه، بازندران گیلان تا کمر کبیر لوت و ایناست، قهوه ای خاکی رنگت، خاکی رنگ و تم نبه رنگ شعار تا دامن آبی قشنگت، خلیج فارس و دریای عمان. وای خدا چی کار میکنی علی سورنا؟ نه با دیگه این بش بدم اینجا شو، من اصلا امتونم حرف بزنم، قف کردم. تن من بدجوری عوض کرده، هم موهای سبز قشنگت تا کمر خاکی رنگت، عاشقتم نه به رنگ شعار تا دامن آبی قشنگت. تمام شد، عجب ترکی بود. اوه اوه تو بگو دیگه. نه نمیدونم چی بگم واقعا، و
واقعا دم علی سونا گرم در وهله اول. اینقدر آدم خوشفکر، اینقدر بجا درست و چقدر زیبا از یک استعاره و از یک تشبیه استفاده کرده که به هیچ عنوان از خاطرت نمیره و فکر کردن بهش عذابت میده. شاید اگه از کلمه کشور استفاده میکرد اینجوری این تأثیر رو نمیذاشت که به این زن که حالا همه همون میدونیم که ایران بانو یا ایران خانوم صدا میکردن ایران رو قبلن، این خیلی تأثیر مستقیم تری میذاره، وجود تو رو درگیر شعر میکنه قشنگا. و اتفاقا اون حس علی سورنا توی ترکو بیشتر به تو القا میکنه، این حس غیرت که ایرانی اصلا با غیرتش شناخته میشه، ایرانی با ناموس داری شناخته میشه. اصلا نه اون بحث ناموس نمیگه، منم غیرت من، نه زن و مردشو نمیگه، منظورم غیرت روی خاک کشورته و این غیرت رو با این اصلا نمیدونم واقعا چی باید بگم. ببین خیلیش آهنگای زیادی شنیدیم راجع به ایران که خیلی هم حماسی بوده و احساس غرور میکنه. اولین باری که راجع به ایران یه موزیکی رو گوش میدم و یه لیریکی داره که باعث بغض و آه من میشه، انقدر احساساتی میکنه و انقدر دارکه و زخم میزنه، ولی واقعیت میگه چی تو سرت میگذره علی سورنا که انقدر قشنگ میتونی شرایط رو از کشور مون توجیه کنی، یعنی تشریح کنی و زخما رو بگی و در اون وسط اون زخما بگی که چقدر ما از حس خودت بگی که عاشقانه از عشقی که داری نسبت بهش، که مسلما هنوزم درصد خیلی بالایی از مردم کشورم این عشق رو دارن همه دارن. و حالا درست دست و پای هممون بسته است ولی پاش بیفته جونمونم میدیم برای کشورم، این اصلا شوخی نیست، واقعا که شوخی نیست. و بله با همین وضعیت مشکلات اقتصادی و وضعیتی هم که باز تو ایران هست، مطمئنم اگه که اتفاق بدی بخواد بیفته یا چیزی بشه، مردم بالاخره پایم پشت کشتاش ما میسن. به هر صورت خیلی آهنگ و آهنگ و لیریک شعر پرمغزی داشت، عالی بود اصلا. و جالب اینه که هیچ جای لیریک از کلمه گربه استفاده نکرده بود و فقط تو تایتل به تو ذهن تو به تو بفهمونه که داره در مورد ایران میگه. آره و اصلا استادان وقتی شروع میکنه رو مصرع وقتی میگه چطوری بانوی هرزه پیر پشمای من ریخت، یعنی همونجا شوک میشی و ذره ذره و عاشق اون تیکش که تو سمیمم مسمومم ولی نمیشه دست کشید. خیلی عالی بود بچه ها، یکی از بهترین پیشنهادهایی بود که از علی سورنا کرده بودید. تقدیم شما، عذرخواهی میکنم اگر که احساساتی شدم و خب این به نظرم اصلا چیز بدی نیست. آره، این اولا نشونده اینه که همون عشق رو داریم به کشورمون، به خاکمون، و باز نشون دهنده قدرت کلام علی سورناست و قدرت قلمش، قدرت قلمش رو هیچ وقت دست کم نگیرین. علی سورنا علاوه بر اینکه واقعا عالی میخونه، قلم قدرتمند بی نظیر قلمش و تأثیر گذاره به نظرم شایده خیلی درجه یک. تقدیم میکنم به شما بچه ها، بازم عذرخواهی میکنم بابت اینکه احساسات شدم. اگر که تازه با من آنایت آشنا شدید یا ما رو ساب ندید، از بقیل میتونید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه، از این طریق ویدیو جدید ما رو از دست نخواهید داد. آدرس سوشیال میدیا مونی زیر از فیسبوک، توییتر و اینستاگرام که خوشحال میشیم اونجا من و آنایت ها رو ساپورت کنید و فالو داشته باشید. در انتها امیدوارم که روزهای روشن به زودی زود برای ایران اتفاق بیفته و حال همتون هر جای دنیا هستید خوب باشه، کلی رفقای مشتی دورتون رو پر کرده باشه، شب و روز لاک چی داشته باشه. خدا حافظ.